خوشان قومی که جان او تپید، ای خوشان قومی که جان او تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. مرد حق برنده چون شمشیر باش، مرد حق برنده چون شمشیر باش، خود جهان خیش را تقدیر باش. با درود خدمت هموطنان عزیزمون، هموطنان شجاع، با غیرت، درود بر شرف شما هموطنان عزیزمون. ما ایمان داریم که دعاهای مسیحی ها، ایمانداران، فعالیت اپوزیسیون عزیز چه داخل کشور و چه خارج کشور و نیز همت شما هموطنان عزیزمون داره کار میکنه. در این دو سه روز اکثر عزیزان ایران دوستان، چه در اپوزیسیون و چه ایمانداران به مسیح، به طور خاص کلیسای پرستان مسیح در دعا بوده و یک هیجان بسیار خوبی رو لمس کرده و این حس رو داریم. و باور کنید خیلی از عزیزانی که من باهاشون در تماس هستم و ایران دوستان هستن، میگن ما از دیشب تا صبح نخوابیدیم و مدام در فکر ایران بودیم، اخبار رو پیگیری کردیم و من ایمان دارم که خداوند کارش رو شروع کرده. همون گونه که دیروز در شبکه محبت نیز اعلام کردیم، هموطنان عزیز سکوت نکنید، بریزید بیرون. بودن دوستانی که تماس گرفتن گفتن هیچ خبری نیست و من اعلام کردم من مطمئن هستم ایرانیان دنیا رو سورپرایز خواهند کرد و اینک اون زمان رسیده که ایرانی ها خودشون رو نشون بدن. فقط کوروش کوروش نیست، بلکه غیرت کوروش در اونها هستش، احساس آزادی خواهی در ایرانی ها هست. و با فیض خداوند، با هوشیاری، هموطنان عزیز به طریق پارتیزانی، یعنی گیجشون کنید نظام اسلامی رو، مجال اینو ندید عزیزان. نظم رو برای جمهوری اسلامی، عزیزانی که الان تظاهرات ها رو دارن در تمام شهرها شاهد هستیم و همچنین شاهد هستیم که مراکزی که تصور میرفته دولت اسلامی رو میتونه به زانو بیاره آتیش زدن، و البته این رو میخوایم که تا اونجایی که مقدور هست واقعا مواظب باشید جان کسی به خطر نیفته. اما نظام اسلامی ایستاده، در طول این 40 سال ایستاده و تمام هموطنان عزیز ما که این هوشیاری رو داشتن، تشنه حقیقت و خرد بودن و تشنه آزادی بودن رو به قدر رسوندن. پس مواظب خودتون باشید با احتیاط، اما سکوت نکنید لطفا، اجازه ندید حکمت و احتیاط بیاد سپر ترس شما بشه، نگرانی شما بشه. تا زمانی که ما بترسیم، نظام اسلامی دست از اعمال زشت خودش بر نمیداره. به خوبی میدونید، از مفسرین سیاسی بسیار شنیدید که بیشتر از من دانش دارن، که زمانی که اینا بنزین رو 3 برابر کردن، نشون میده که حقیقتا اینها رسیدن به جایی که انگار دیوانه شدن، خنگ شدن. ما در کلام خدا میخونیم که خدا روحای شریر و اونهایی که دشمن مردمان هستن، دشمن خدا هستن، رو مغزشون رو، ذهنشون رو کور میکنه و گویا الان اینها به چنین جایگاهی رسیدن. اما چه این موضوع عمدیه و چه غیر عمدیه؟ هموطنان عزیز هوشیار باشید، اینک گل رو شما میتونید بزنید، توپ تو دست شماست. مجال ندید، مجال ندید، فریب نخورید، فریب سپاه رو نخورید، هوشیار باشید، فریب آخوند رو نخورید، فریب دولتمندان جمهوری اسلامی رو نخورید، فریب اون اپوزیسیونی که ظاهرش رو نشون داده که مخالف جمهوری اسلامی هست اما همیشه کنار جمهوری اسلامی بوده، مواظب باشید، فریب نخورید. الان باید هوشیار باشیم. تنها کاری که میشه کرد همبستگی هست، اتحاد هست، یک دلی هست، در تمام شهرها باید اقدام کرد و مخالفتتون رو برای گرونی بنزین اعلام کنید و شعارها رو خودتون بهتر میدونید. اینجا ما نیستیم که به شما بگیم چگونه شعار بدید، چه کار بکنید، چه کاری نکنید. ما فریاد شما هستیم، ما صدای شما هستیم، چرا که میدونیم که در نظام اسلامی مجال این رو نمیدن، مگه یه بازی باشه، یه سیاست باشه که بیان یه رسانه ای رو، حالا چه رسانه های کتبی هست مانند روزنامه ها هستش و رسانه های مانند تلویزیون، رادیو رو لحظه ای بیان نشون بدن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. اما شما هوشیار باشید، فریبشون رو نخورید. خواهش میکنم، حتی اگر اومدن گفتن
بنزین قیمتش برمیگرده، بدونید این یک فریب بوده. پس الان بهترین موقع هستش، همدیگر رو امید بدید، همدیگر رو دلداری بدید و بتونید بیستید در برابر این نظام اسلامی. برنامه ما برنامه خبرناک در این وقت برنامه زنده هست. هموطنان عزیزم در هر کجا جهان، میدونم که الان ایران احتمالاً ساعت باید 1:30 نصف شب باشه اگر اشتباه نکنم، از ساعت 1 نصف شب گذشته، اما میدونم ایرانی ها در این شبها نمیخوابن. پس تشویقتون میکنم لطفا میتونید با ما تماس بگیرید، خواهش میکنم با ما در تماس باشید با شماره تلفن 818-716-4-0 و همچنین 818-699-16-15 818-699-16-15 با ما تماس بگیرید، اخبارتون رو بدید. سپاسگزار هستم از خیلی از عزیزان روی واتساپ من برای من فیلم فرستادن و مدام این خبر رسانی کردید برای شبکه امید جاودان. سعی میکنیم تمام فیلمایی که شما فرستادید رو نشون بدیم، اما هدف ما این هستش که بتونیم باز از شما بشنویم. پس خواهش میکنم لطف کنید هموطنان عزیز و عزیزانی که هر کجا هستید، اطلاعاتی دارید این اطلاعات رو ما بدید. من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش آزادی، دروازه عشق و آزادی رو برای ایرانی‌ها باز کرده. سکوت نکنید، باشه که با فیض خداوند سال جدیدی که درش می‌خوایم قرار بگیریم، ما در اون ایام ایام جشن آزادی ایران رو بگیریم. نوروز دو تا جشن می‌گیریم، جشن نوروز و جشن آزادی از دست ستمگران اسلامی. درود می‌فرستم خدمت بعد ازم بهروز جان که روی خط هستن، سپاس از این که با ما در تماس هستید. بعد از بهروز خوشحال میشیم اگر گزارشی از شما بشنویم. با درود شما و سپاس از زحماتی که شما میکشین کشیش رسول عزیز، خواهش من، و همینطور با سپاس از مردمی که به پا خواستن و این مرتبه دیگه تصمیم به سرنگونی قطعی هست. ما حقیقتا آمین دعا کردیم برای این سرنگونی و ما در انتظار یک جرقه بودیم، ولی خداوند با استفاده از حماقت خود رژیم یک انفجار برای ما به وجود آورد. شکر. و این انفجار نتیجه خیلی نیکو داره برای مردم. من میخوام با اجازتون چند نکته اینجا متذکر بشم. بفرمایید. اولا حقیقتا ما نمیدونیم که قیمت بنزین رو یه دفعه دولت میاد 3 برابر میکنه، آیا حقیقتا این حماقته یا اینکه در پشت این باز اینا یه سیاستی دارن که شاید در چند روز آینده بیان اعلام بکنن نخنگ 3000 تومان مبلغ زیاده فلان اینطوره و اینا کاهش بدن به 2000 تومان و اینجوری هم یه محبوبیتی برای آقای خامنه‌ای بخرن و هم اینکه مردمو در واقع یه مقداری این خشمی که درشون هست فروکش بکنه. به هیچ وجه مردم نباید کوتابیان، این مرتبه مرتبه آخره و ما میدونیم که خداوند در بعضی از مواقع با رویا میخواد یه صحنه هایی رو به ما نشون بده. بل. من دیشب یک رویایی دیدم کشیش رسول. خواهش کنم بفرمایید. دیدم که در تهران بودم، در بین جمعیت بودم و یک پلنگ خیلی وحشی حمله میکرد به مردم. با. ولی خود من و چند نفر دیگه و دقیقا به خاطر دارم که در خواب 2-3 زن در کنار من بودن و ما با سنگ‌های خیلی بزرگ این پلنگ رو زدیم. انقدر سنگ ما تو سر این پلنگ زدیم که اون همونجا از بین رفت. هللویا. این جنگ کار راحت نیست، بسیار مشکله. دشمن یک حیوان وحشیه. براو. ولی ما نباید از این مسئله کوتاه بیاد. براو. میخوام توجه شما رو جلب بکنم به کاری که داوود نبی کرد. بفرم. داوود نبی فقط با پرتاب سنگ جولیاس رو از پای در آورد. امروز مردم ما مسلح نیستن ولی سنگ همه جا در دسترس هست. براو. و میشه با همون سنگ و با قدرتی که از خداوند میگیریم ما به پیروزی برسیم. براو. پیروزی آماده است، فقط باید دریافتش بکنیم. آمین. هیچ شکی در این مورد نکنید. من خواهش میکنم از همه عزیزانی که بیرون از ایران هستن، من خودم الان دارم همین کارو میکنم. براب. و این مسئله به این صورته که همه عزیزانی که در اروپا در امریکا هستن، هر ویدیویی که
به دستتون میاد، لینک اونو کپی بکنین و ایمیل بکنین به صفحات دولتی در هر کشوری که هستین، به نخست وزیرا، به رئیس جمهورا، به سایت های خبرشون، و این خبر رو اینقدر شدت بهش بدین که در یکی دو روز آینده تموم دنیا درگیر این مسئله بشن. ما باید یک هجوم از همه جهات روی نظام جمهوری اسلامی بیاریم و با این حماقتی که اینا کردن اینا رو ما سرنگون بکنیم و قطعا این اتفاق به زودی خواهد افتاد. آمین. پیروزی نزدیکه و خوشحالم که یه خبر دیگه هم بدم. خواهش کنم. که من چند روز بود هک شده بود، بلاک شده بودم، نمیتونستم فعالیتی بکنم، ولی خدا رو شکر به فیض خداوند از امروز فیسبوک منم باز شده. هللویا. ما در صحنه هستیم. خدا رو شکر. اولین پیغامی هم که من گذاشتم با اجازه شما، پیغام این بود که کلیسای پرستندگان مسیح از قیام به حق مردم ایران پشتیبانی میکنند. آمین 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 که چنین خواهد بود. و ما از زمانی که شنیدیم، از دیروز که خب در شبکه محبت بودیم و حتی تو خود شبکه محبت متاسفانه دیدیم تلفن‌ها ما رو قطع میکنه نظام اسلامی، و ما از ایران که تماس گرفتن گفتن در صدد این هستن که بتونن در برابر نظام اسلامی بایستن ملت ما، و این دلگرمی رو امروز مردم ما دارن، ولی ما دعا میکنیم که دلگرمتر بشن با فیض خداوند. اینجا ما شاید خدمتمون همین هست بعد از بهروز عزیز که بتونیم دعا کنیم و صدای هموطنانمون باشیم و این رو ادامه خواهیم داد. هموطنان عزیز، هیچ نگران نیستیم، از هیچی نمیترسیم، خدا رو شکر میکنیم که قوت مسیح با ما هستش. ملاحظه اینم نمی کنیم که حالا من بگم من کشیشم نباید درباره ایران صحبت کنم، اینجا آبروم میره، اونجا آبروم میره. آبروی من و برادر بهروز و کلیسای پرستندگان مسیح خود مسیح هستش، اون آبروی ما هستش، و ما ایستادیم برای آزادی کشور عزیزمون ایران. سپاسگزار از مطالبی که فرمودید جانم. یه مطلب دیگه هم اجازه بدین اشاره بکنم. خواهش کنم بفرمایید. اینکه یه مقدار با واحدهای تولیدی آشنایی دارم که یه واحد تولیدی به چه صورت کار میکنه، میخوام یه نکته ای را توجه بکنن مردم داخل ایران. خواهش. هر واحد تولیدی اون محصولی که تولید میکنه باید از انبارش تخلیه بشه، بره بیرون، بره در بازار مصرف. دقیقا. اگه نتونه انبار خودش رو تخلیه بکنه، مجبور میشه که تولید رو متوقف بکنه. درست. دیگه جایی نداره برای انبار. درست. امروز اگه مردم داخل ایران بنزین و فراورده های نفتی رو نخرن به هیچ وجهی، نه بنزین بخرن، نه گازوئیل بخرن، برابو. نه مازوت بخرن، برابو. اگه اینا رو خریداری نکنن، دولت ظرفیت این که اینها را انبار بکنه نداره، ظرفیتش محدوده. درست. نهایتاً شاید یک هفته، و بعد از یک هفته مجبوره که تموم واحدهایی که در پالایشگاه های مختلف هست در سراسر ایران اینها را خودش تعطیل بکنه، و تعطیلی این واحدها یک ضربه بسیار بزرگ به این اقتصاد خراب ایران هستش. برابه. و همه اینها نتیجه این هست که ما زودتر به سرنگونی و سقوط این رژیم برسیم. آمین. شما رو نمیگیرم. سپاس. امید پیروزی. آمین. آمین که پیروزیم. آمین. آمین که ملت ما پیروزن. فیض خدا با شما. فیض خداوند با شما. با سپاس و بعد از بهروز عزیز، عزیزان میتونید روی، اگر عزیزان که روی واتساپ هستن میتونن با ما تماس بگیرن با شما تلفن 818 699 1615. شماره تلفن استودیوس میتونید تماس بگیرید، همچنین 818 716 4 تا 0. عزیزانی که در ایران هستن میتونید، اگر بیدار هستید، شاهد برنامه امید جاودان هستید که خب میدیم شبکه امید جاودان الان یک ماه هستش که روی ماهواره هستش، میتونید با ما تماس بگیرید. ایمانداران، و خواهش میکنم ایمانداران مسیح، سکوت نکنید هموطنان عزیزم، اینو بدونید. اتفاقا قدرتی که امروز در یک ایماندار مسیح هست، همون قدرت و توانایی هست که در رسولان مسیح بود، که در برابر ظلم فرعون ها ایستادن، دیکتاتوری ها ایستادن، خبر خوش نجات رو دادن. رسولان خبر خوش نجات رو آزاد نبودن بدن تو دولت ها و کشورها و سرزمین هایی که میرفتن، اونها مخالفت میکردن چرا که اکثرشون بت پرست بودن، اما اونها سکوت نکردن. هموطن عزیزم،
باز قبلا هم عرض کردم تحمیلات نظام اسلامی که در کلیساهای فارسی زبان اومد، حتی در کلیساهای زنده و بیدار چه بسا ارامنه و آشوریان عزیز تحمیل شد، رو تعلیم ندید دیگه. تمام کنید، تمونش کنید لطفا. امروز ما مسیحی ها شجاعتر از هر باورمند دیگه باید در این محل، در این موقعیت، در این قلم رو حرکت کنیم و ما روح القدس رو داریم. دعا کنید لطفا، دعاتون این باشه سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح، و مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد. سکوت نکن هموطن عزیزم، سکوت نکن. فردا یک شنبه ما در کلیسای پرستان مسیح برای سرنگونی نظام اسلامی دعا خواهیم کردش. مدت هاست، حتی ما پنجشنبه شب که تمام وقتمون در دعا بودیم و مسئولیتش خواهرمون شادی و همسر ایشون داشتن و در امیر عزیز، ما دعا کردیم برای آزادی ایران، دعا کردیم و جمعه ما مواجه شدیم با این اتفاق بسیار زیبا. پس ما ایمان داریم وقتی دعا میکنیم. اپوزیسیون کارشو میکنه، خدا رو شکر برای اپوزیسیون، اما ما مسیحی ها باید دعا کنیم برای سرنگونی نظام اسلامی. هموطنان عزیز که مسیح ایمان دارید، سکوت نکنید، در کنار مردم بایستید. یک شعار ما میتونه این باشه: خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. این شعارت میتونه باشه، توش مرگ هم نیستش که بگیم مرگ. البته ما به هیچ وجه مانع نمیشیم به مردم بگیم این شعار رو بدید، این شعار رو ندید. هرگز، خودتون میدونید هر شعاری که صلاح میدونید اعلام کنید. خواهش من این هستش که شعارهایی که اول انقلاب 57 که در اصل توطئه بود، اونا رو نگید. الله اکبر نگید، خواهش میکنم. الله اکبر بی برکتیه. شعارهایی که اون زمان داده شده، اگر الله هم خدات هست خب باشه، اون ما کاری به باور تو هموطن عزیزم نداریم، مسلمون هستی. اما فراموش نکنید الله اکبر میگفتن، سر میبریدن، دست و پا قطع کردن، شلاق زدن. جمهوری اسلامی با الله اکبر 40 سال فقر و فساد رو حاکم کرده. این شعار رو ندید، اگرم دوستش داری تو قلبت باشه. شعار ایرانی بده: خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. اعلام کن، فریاد کن و مطمئن باش همان خدای محبت یهوه که قوم اسرائیل رو از بردگی در مصر نجات داد، تو هم وطن عزیزم رو نجات خواهد داد. همون خدای محبت یهوه که کوروش رو 150 سال قبل از اینکه متولد بشه به نام میخونه در کتاب اشعیا و در کتاب عزرا اعلام میکنه که آمد، همون خدای یهوه که کوروش رو به حکمت و به قدرت و توانایی برکت داد برای آزادی قوم اسرائیل و نیز ملت‌های دیگه، هموطن عزیز، اون خدا پشتبانی تو هستش. یهوه، از یهوه بخواید لطفاً. شاید برای خیلیاتون مکشوف نیست، اما خواهش میکنم از شعار الله اکبر لطفاً دهان خود رو تقدیس کنید و پاک کنید. بذارید کشور ما آزاد بشه. تو این 40 سال هر بار تظاهرات شده عده‌ای بودن الله اکبر گفتن و همین مجال اینو نداده که خدای زنده، خدای حقیقی دست اونها رو بگیره. پس خواهش میکنم عزیزان، شعارهاتون رو هرچند خودتون منظم میکنید، شعار عربی ندید، شعار اسلامی ندید، شعار ایرانی بدید. عزیزان، ما ایرانی هستیم، با شعار ایرانی، نه که ضد عرب هستیم. ما ضد هیچ کسی نیستیم، ما همه ملت ها رو برخلاف نظام اسلامی که متاسفانه ضد مردم ها هست، مگ بر آمریکا گفت، مگ بر شوروی گفت یه زمانی، مگ بر انگلیس گفت، مگ بر اسرائیل گفت، ما با تمام ملت ها دست دوستی خواهیم داد، همه رو دوست داریم. ایران آینده ایرانی نخواهد بود که بخواد با کشورها بجنگه، حتی با فرهنگشون بجنگه، هرگز. اما ما ایرانی هستیم، به عنوان یک ایرانی شعارت ایرانی باشه بر علیه نظام اسلامی. شعاری که در ذهن من هست به عنوان یک شخص مسیحی ایرانی این است: خدای من محبت مخالف هر ظلمت هستش. حتما خیلی از شعارهای شما رو دوست دارم، اما این شعار ما شعار صلح‌آمیز هستش و ایمان داریم یهوه خدای محبت
عمل خواهد کردش. از اتاق فرمان یاسر عزیزم که لطف کردم، ما معمولا شنبه ها برنامه نداریم هموطنان عزیز، در این وقت ازشون خواهش کردم، با اینکه ایشون هم سر کار بودن و خودشون مشغولیت های خودشون رو داشتن، اما لطف کردن اومدن اینجا تا ما لحظاتی با شما باشیم. ما چند دقیقه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم، فقط خواستم این شوقمون رو، این خوشحالیمون رو نیز ابراز کنه کنیم به توسط شبکه امید جاوید، که امید جاویدان، که ما بی تفاوت نیستیم، ما سکوت نخواهیم کرد. و حتی قبل از اینکه بخواد این برنامه شروع بشه، تلفن من مدام اشغال بود با دوستانی که در ایران هستن، دوستانی که خارج از ایران هستن، در رابطه با این موضوعات صحبت کردیم و ایمان دارم که خداوند اجازه داده که این فضا ایجاد بشه تا تو هم وطن عزیزم از بند اسارت نظام اسلامی آزاد بشی. میریم برمیگردیم، با ما باشید، تلفن های ما باز هست، در خدمت شما خوبان هستیم. بنزین ابتدای امام علیه. اتوبان امام علیه رو پل طبقاتیش بسته شده. کنارگذر هم بسته است. روح الله خمینی شهریار میدون امام. انگشتر به آتش کشیده شدن انگشتر میدون امام، انگشتر خمینی. بچه دست کن بدیم واسه دوربین. آقا چیز حکیم شرق غرب قبل ستاریه تو صفوف اولی ما. حالا ببینیم که چجوری میشه. آجی همه مشکل دارم دیگه. آره خلاصه اینجوری دیگه، معلوم نیست اتفاق خاصی بیفته، ولی فعلا که وایستادیم هنوزم نیروی ویژه نیومده. شاید این آخرین فیلم ما باشه که داریم میگیریم، بعدش بریم اوین، ولی بازم کیف میده. الان میرم اون لاین طرف شرقم بگیرم براتون، بگیرم چه جوری میشه. مثلا سرود ملی زمانشاه رو میخونن. اینجا ماشینا بستن. اینم دقیقا حکیم به سمت اشرفی اسمانیه که کفتر پر نمیزنه. بیا
ایران من، ایران من، ای خاطرات دوران من، ای شادی و لبخند من، ایران من، ایران من، ای رنج تو فریاد من، ای حرمت و عزت من، ای تاریخت غرور من، ایران من، ایران من، ای وعده خدای من، ای که به بند بردنت با دین فریبت دادن، جاهل خیانت کرد و رفت، دزدان به غارت بردند، ایران من، ایران من، مهرت نرفت از یاد من، هرچند ز تو دور گشتم، غریب و حیران گشتم، هر روز دعایت میکنم، با شعر صدایت میکنم، ایران من، ایران من، مژده که نور آمده، آن دست پرزور آمده، تا که نجاتت دهد، مرهم زند بر زخم ها، تا که شفایت دهد، ایران من، ایران من، مژده مسیحا آمده، آن شاه خوبان آمده، از بحر درمان آمده، تا که خوشحالت کند، از بند آزادت کند. مطابق آنچه در کتاب اشعیا باب 60 آیه 1 میخوانیم، اعلام میکنه برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گردیده است، ای هموطن عزیز ایرانی. آمین و آمین که با فیض خداوند آزادی کشور عزیزمون بسیار نزدیک است. دعا کردیم، دعا خواهیم کرد و ایمان داریم که خداوند در کنار هموطنان عزیز ما هستش و دشمن ما نظام اسلامی دیگه مجال این رو نخواهد داشت ماندنی باشه. مشروطه بر این که هوشیار باشیم هموطنان عزیزم، با هوشیاری استقامت کنیم عزیزان. باید صبر و ظفر با هم برادرن، می باید در صبر بمونیم تا ظفر رو ببینیم، تا پیروزی رو ببینیم. خیلی از عزیزان هستم میگن یک هفته، خیلی عزیزان هستم میگن 10 روز. من میگم هموطنان، 40 سال شما آنچرا که از طرف نظام اسلامی به عنوان یک بار سنگین بر سرزمینمون اومد و دلیل فقر، فساد، خرافه شد، دلیل بیعتمادی شد، دلیل نگرانی ها و ترس ها شد، دلیل جنگ ها شد، دلیل مرگ زودرس شد در بین عزیزان ما هموطنان، دلیل این همه اعتیاد شد، دلیل این همه مهاجرت شد، فرار از سرزمین زیبا. مگه میشه آدم سرزمین زیبایی مثل ایران رو داشته باشه اما مجبورش کنن فرار کنن؟ اعراب 1400 سال پیش سرزمین ما رو بهش میدونست، برای همین تا توی قرآن شما ببینید تمام چیزهایی که توی سرزمین ما ایران بوده، اونها اون رو به عنوان جایگاه خوب مثل بهش تعریف میکنن. ایرانی ها داشتن اون شرایط رو در اون سرزمین، لزومی نداشت ایرانی ها فرار کنن. چرا در زمان محمد رضا شاه ایرانی ها فقط برای تحصیلات و اگر نسبت به موقعیت کاری بود از ایران می رفتن بیرون؟ اونم موقت بود، کسی مهاجرت نمی کرد. شرایط رو این پدر و پسر پهلوی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید طوری در سرزمین ما ایران مهیا کرده بودن که کسی رغبت نمیکرد از ایران فرار کنه، بره کجا؟ بره کجا برن؟ حتی در زمانی که محمد رضا شاه یک بار اون مخالفین چپی انقدر اعتراض کردن، محمد رضا شاه گفت خب برید، چرا که میدونست کشورهای کمونیستی بسیار شرایط سختی دارن که اونها هم نمیمدن. گفتن کجا ما بریم آخه؟ حتی اون تصور ذهنیشون از یک کشور کمونیستی، اگر شوروی بود و اگر کشورهای کمونیستی دیگه بود، که استالین اونقدر دیکتاتوری رو ایجاد کرده بود که میترسیدن، خود کمونیست‌ها میترسیدن برن به این سرزمین‌های به اصطلاح دولت‌های کمونیستی. چرا دولت‌های سوسیالیستی بودن مانند کشورهای اسکاندیناوی که شرایط سوسیالیستی رو ایجاد کرده بودن؟ و ما اکثر کشورهای کمونیستی امروز هم ما شاهد هستیم کشورهای کمونیستی در شرایط بسیار بدی هستن. پس هموطنان عزیزم، تمام دلایل گرفتاری ها، بدبختی های ما
40 سال از طرف نظام اسلامیه. دو هفته میتونیم تحمل کنیم، دو هفته بنزین نزنیم، دو هفته ماشینامونو توی خیابونها بذاریم، توی جاده ها بذاریم. مطمئن باشید وقتی که این آخونده، این نظام اسلامی شاهد بر این هست که میبینه توانایی شما رو، جرأت شما رو، من از نظر تخصصی صحبت نمی کنم با شما عزیزان، اونها وقتی توانایی شما رو میبینن، دلیری شما رو میبینن، فرار میکنه. اصلا جنس اسلامینه، میکشه میکشه، رب و وحشت رو ایجاد میکنه، اما زمانی که میبینه در مقابلش استقامت هست زانو خم میکنه، دروغ میگه. 40 سال پیش خمینی دروغ گفت تا به چنین جایگاهی برسن. حتی میتونه این نیز یک فریب باشه، قصه بنزین. اما شما مردم ایران باید از این موقعیت استفاده خوب بکنید و مجال اینو ندید، یعنی اونقدر ادامه بدید تا خفشن، تموم بشن، از بین برن. چرا که روح بد در وجود اینا هست، خود شیطان در وجود این نظام اسلامی است، خود شیطان در وجود خامنه ای هست، در وجود روحانی هستش. سکوت نکن هموطن عزیزم. عذر میخوام، مرگ مال همسایه فقط خوب نیست. میگه مرگ برای همسایه خوبه، بذار باشه، برای من چی؟ اگه برای اون بده، برای ما بد هست. 40 سال همسایه هامون اذیت کردن، خیشانمون اذیت کردن، همشهریامون اذیت کردن، بچه محلامون رو کشتن. آیا فکر میکنید که در خونه ما رو نمیزنه این مرگ؟ چرا؟ این نظام اسلامی ولکن نیست، مطمئن باشید. چه بنزین گرون بشه، چه گرون نشه، چه برگرده، شرایط اقتصادی ایران دیگه شرایطی نخواهد بود که بتونه امیدی رو به تو هموطن عزیزم بده که جمهوری اسلامی میتونه. نمیتونه دیگه به هیچ وجه. چرا که دیدگاه اون اصلا مال ایرانی، چون اینا ایرانی فکر نمی کنن، اینها هیچ کدوم نگرش ایرانی ندارن. اگر امروز شما اسم کوروش رو میشنوید، خشایارشا رو میشنوید، داریوش رو میشنوید، علتش این نیست جمهوری اسلامی آخونده خواستن بگن، علتش تمام شبکه‌های خارج از ایران و اپوزیسیون هست، به طور خاص شبکه‌های سیاسی. این شبکه‌های سیاسی بودن که این آگاهی رو دادن به مردم، این اطلاعات رو دادن به مردم. حتی اگر شما امروز میبینید در ایران هنری به نام موزیک و موسیقی هست، علتش اینه که نظام اسلامی اونقدر میترسید از خوانندگان ما، هنرمندان ارجمند ما که در شبکه‌هایی که ایجاد شده بود در لس آنجلس و اینها میخوندن، اومد در برابر اون یه آزادی داد، در غیر این صورت آزادی هم نمیداد. اگر شما میبینید زنهای ایرانی امروز یه مقدار روسریشون رفته عقب‌تر از ترس تمام اون فعالیت های زنان غیور ایرانی و اپوزیسیون بوده که خارج از کشور بوده، اونها وقتی که میبینن سخت هست چاره ای نداره، به قول خودشون میگن وا میدیم. هموطن عزیزم سکوت نکن، لطفا سکوت نکن. و هموطن عزیزم که مسیح ایمان داری، خواهشم از شما این هست، شما هم سکوت نکنید، دعا کنید. در ایران لطفا کلیساهای خانگی گروه گروه جمع بشید، دعا کنید برای سرنگونی نظام اسلامی. دعای تو هموطن عزیزم که مسیح ایمان داری درش قدرت هستش. در مزمور 82 اعلام میکنه خدا در جماعت خدا ایستاده است، در میان خدایان داوری میکنه که انسان را شکل خدا فریده. تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران را طرفداری خواهید نمود؟ اگر ما در برابر نظام اسلامی نیستیم، به نوعی داریم طرفداری میکنیم از جمهوری اسلامی. فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید، الان وقتشه، الان زمانشه. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید، مظلومان و فقیران را برهانید، الان وقتش هست. و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید. کلام خداوند داره این رو میگه و اعلام ادامه میده. نمیدانند و نمیفهمند، در تاریکی راه میروند و جمیع اساس زمین متزلزل میباشد. من گفتم شما خدایانید، شکل من آفریده شدید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی هستید، لیکن مثل آدمیان خواهید مرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد. اگر تمام فکر و اندیشه ما ترسا و نگرانیمون باشه،
هموطنان عزیزمون، خودم باشم، موقعیت خودم باشم. فنیز ادامه میده: ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو تمامی امتها را متصرف خواهی شد. امروز ما از یهوه خداوند در نام عیسی مسیح میخوایم که خداوند ما باشه، که مطابق فیضش این نظام اسلامی را سرنگون کنه. از شما عزیزان میخوام لطفاً لحظه با دعای من متحد بشید، خواهش میکنم. حتی اگر ایمان مسیح نداری، خواهشم این هست، برای یک بارم شده بیا ببین و بچش که محبت مسیح بی نظیر هست و باعث آزادی خواهد شد. پدر آسمانی، خدا قدوس، تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم ای خداوند که این روزها، در این روزهای سخت، تو محبت خودت رو آشکار میکنی بر قلب ایرانی ها که تو رو دوست دارن. حقیقتا ایرانی ها تو رو دوست دارن، پس خواهش میکنم حقیقت تو بر اونها آشکار بشه به توسط روح القدس ای پدر جان، و در نام عیسی مسیح ایرانی ها رو تو متحد کنه ای خدا، قوی تر از گذشته ای خداوند. هیچ شکافی بین ایرانی ها و حتی اپوزیسیون نباشه از این به بعد ای خدا، همه یک دل بشن و در برابر این قدرت تاریکی نظام اسلامی بایستن و ای خدا تو آنان را تبدیل به یک مشت قوی کنه ای خداوندا، و این نظام اسلامی رو تو سرنگون کن و سرزمین عزیز ما ایران رو به ما برگردونه ای خداوندا، تا بتوانیم به فیض تو، به حکمت تو، به عدالت تو، به رحمت تو ای خداوند، کشورمون رو ای خدای قدوس در مسیر آبادانی ای پدر جان، در مسیر اراده تو، در مسیر آزادی خدای قدوس از نو بسازیم و تو در اون سرزمین جلال یابی. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدم، هم وطنان عزیزم رو به دستان پرفیض تو می سپارم در نام پر جلال مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریاب کن. هم وطن عزیزم، با سپاس از تمام شما عزیزان که با ما بودید، همچنین از آقای یاسر عزیزم که لطف کردن در این روزی که مشغول کار دیگه ای بودن، باید استراحت میکردن، کنار ما قرار گرفتن. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشه. خواهش میکنم لطفاً کلیپ هایی که، فیلم هایی که میگیرید برای ما بفرستید، و یا میتونید ایمیل کنید به آدرسی که پایین صفحه تلویزیون مشاهده میکنید. فرکانس این شبکه را برای دیگر عزیزان بفرستید، و یا اینکه روی برچسب ها بزنید، توی اتوبوس ها، مترو و توی خیابون ها پخش کنید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما خوبان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین.